افزایش قیمت بنزین همزمان با کاهش یارانه ها اقدامی مخاطره‌آمیز برای رئیس جمهوری که وعده مقابله با تورم داده است. خبرگزاری رویترز در گزارش خود در این زمینه همزمانی افزایش قیمت بنزین و گازوئیل و آغاز مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها را آزمایشی برای سنجش میزان محبوبیت حسن روحانی دانسته رئیس جمهوری که در پی بهبود بخشیدن به وضعیت اقتصاد ایران با وجود تحریم های بین المللی است و وعده داده که تلاش می با مذاکرات هسته با قدرت های جهانی و رفع این تحریم ها تورم را کاهش دهد ده خبرگزاری رویترز می نویسد پیش از بالا رفتن نرخ بنزین در ایران ایرانیان به پمپ بنزین ها هجوم بردند تا از بنزین ارزانتری که عمر کوتاهی برایش مانده بود استفاده کنند. اما این موضوع باعث هیچ گونه ناآرامی نشد درست برعکس سال 1386 وقتی که عرضه بنزین برای اولین بار سهمیه بندی شد ناآرامی ها و اعتراضاتی در پمپ بنزین های ایران دیده شد این خبرگزاری به نقل از ایرنا به سخنان عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران اشاره کرده که گفته دو ماه صرف آماده سازی برای پیاده کردن این برنامه در نقاط مختلف ایران شده اما انتظار می رود که اجرای این برنامه بدون هیچ مشکل و اعتراضی پیش برود. بر اساس اعلام شرکت ملی پالایش و پخش فراورده نفتی ایران، قیمت جدید بنزین آزاد 1000 تومان و قیمت بنزین سهمیه 700 تومان است. این قیمت از ساعت 24 پنجشنبه 4 به بهشت به وقت تهران به اجرا گذاشته شد. قیمت بنزین معمولی آزاد و سهمیه قبلا به ترتیب 700 و 400 تومان بود. با این وجود قیمت بنزین در ایران همچنان از ارزان ترین ها در جهان است اما این افزایش بها می تواند بر ملتی که یک چهارم جمعیت بزرگ سالش یا بیکارند و یا کارمند دولت تاثیر بگذارد طرح هدفمندی یارانه ها برای اولین بار در سال 89 در دوره محمود احمدی نژاد آغاز شد هنگامی که قیمت کالاهای اساسی مواد غذایی قبض های خدمات شهری و بنزین یک شب افزایش یافت این موضوع همراه با تاثیر تنگتر شدن تحریم های بین غرب بر سر برنامه هستهی جمهوری اسلامی باعث شد وقتی که احمدی نژاد کرسی ریاست جمهوری را ترک می گفت نرخ تورم در ایران چهل درصد باشد حسن روحانی جانشین او گفته که پول ذخیره شده از قطع یارانهای دولتی برای ایجاد شغل برای جوانان بیکار مورد استفاده قرار خواهد گرفت اگر او بتواند ایرانیان را متقاعد کند که می تواند اقتصاد کشور را بهبود بخشد و نرخ تورمی 35 درصدی فعلی را کاهش دهد آنها ممکن است او را به خاطر افزایش قیمت ها ببخشند. کوروش صحتی صدای آمریکا